بیننده عزیز سلام، امروز باز هم آمدیم در شهر و در دکانهای پتلون فروشی که سوال ما مربوط از اینا میشه. دولت اعلان کرده که میخواین تصمیم خود جدی بسازن که در کل پتلون و پیرن از بین بره، یعنی پیرن تنبان هویت ملی ما اونمو رواج شوه. حالا آمدیم که از این دوست ما در این باره مصاحبه بگیریم. بیاین دوست عزیز سلام. سلام میشه خود معرفی کنیم؟ نظیر احمد هستم، یکی از دکانداران محب زاده. بسیار خوب نظیر جان، سوالی که من قراره که گفتم و بازم بر شما تکرار میکنم که دولت تصمیم گرفته به خاطر ثابت کردن هویت ملی ما که بین المللی شوه، پتلون و بلوز که از خارج میآید در کل در افغانستان پتلون و بلوز از بین میره، کلگی باید پیرنتنبان بپوشه از دفاتر رسمی کلش. دهی باره میشه نظرتانه بگوین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر ما ایست که در اوقات کاری آدم میتونه از پتلون استفاده کنه، به خاطر آدم راحت‌تر میباشه، چون اگر لازم ما از کالا استفاده کنیم نمیتونیم، و در اوقات کاری خود خصوصا در دکانداری دیگه پتلون بلوز چیزی است که از یک سابق بسیار زیاد داره دیگه، ما مردم به نظر ضرورت داریم باید باشیم دیگه. کالا در اوقات تفریح مثلا جمعه و به نماز و به اوقات دیگر میتونیم استفاده کنیم، اما از پتلون لباس میتونیم کورس بریم، پانتون بریم، مکتب بریم، نمیتونیم که از کالا به اونجا استفاده کنیم. خب به نظر شما سنگین تر کدامش است؟ خوب تر کدام است؟ سنگین تر در عصر خب پیرانتنبان است، اما در اوقات تفریحی. اما پتلون و بلوز که است اینا هم رسمی هم داره و آدم شوخ هم داره و هر قسم که آدم بخواه دارن، اما سنگین تر پیرانتنبان است که امکان نداره که آدم هر لحظه از پیرانتنبان استفاده کنه، خصوصا در دفتر و در جای رسمی. خب آدم... اگر گیریم که دولت همین تصمیم خود قاطی بسازه و جدی ایگب شوه که سر تاجرا امر کنه که دیگه نبیارین همین ماله، در این باره شما چی نظر دارین که کار شما خراب نمیشه؟ طبعا دیگه سر کارهای ما کار کل ما سر این پتلون و بلوز و یخنقا و جاکت است دیگه، یک فلچ وقت هم دیگه ما مجبور هستیم صبح دکانه بسته کنیم. خب. نمیشه که پیرانتنبان جور کنیم. خب اگر تطبیق شد خود شما می کارا میکنین یعنی پیرانتنبان میپوشین در جای رسمی و غیر پیرانتنبان؟ خب میپوشیم، اما امکان نداره چون ما با پیرانتنبان عادت مثلا داریم کمه، هم با پتلون زیاد عادت داریم، نمیتونیم که هر دقیقه ما پیرانتنبان باشیم، باز وضو چرکام میشه و دیگه ما آدم مجبور است که روز یک پیرانتنبان تبدیل کنه، اینا هم کی با تکلیف میشن دیگه، با موی عادت داریم با با پتلون مجبور خوب. بیاین دوست عزیز سلام، خوب هستین؟ میشه خود معرفی کنیم؟ من محمد ابراهیم ظفری هستم، یکی از دکانداران شهر کابل. ظفری عزیز، سوال خود من براتون قبلا گفتم و بازم تکرار میکنم که دولت تصمیم گرفته که در طول 6 ماه اینمی پتلون و بلوز در کل از بین بره، چرا هویت ملی خود ما اصلی پیرانتنبان است، باید ما هویت خود او رقم ثابت کنیم، در این باره نظر شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته هویت ملی ما خوب بسیار خوب است که ما بتونیم هویت ملی خود را ثابت کنیم برای کشورهای دیگر که یک هویت ملی داریم، اما به نظر شخصی ما این امکان نداره، به دلیل از اینکه هر کشوری که هویت ملی یک طرف قضیه است، تجارت و کار و کاسبی و ذوق و علاقه مردم یک طرف قضیه است، هیچ وقت امکان نداره که بلوز یا پتلونی که یک نفر در تابستان میپوشه یا کس شوقش به 24 ساعت پیرانتنبان بپوشه یا 24 ساعت به خاطر چی که هویت ملی است، این دلیل شده نمیتونه و به نظر من دولت در یک کار موفق هم نمیشه و یک کار بسیار ناق و یک کاری که است که ناقص است دیگه، این کار شده هیچ امکان نداره که دولت کل کارهای خود مانده از تمام چیز مهمتر امنیت خود مانده میه به در در جان مردم هم غرض میگیره که تو این تو بپوش این تو نپوش به خاطر هویت ملی. خب این کار نداره. گیریم که دولت دمی تصمیم خود قاطع شوه و همی کار کنه، فایدهش چیست؟ نقصش چیست؟ فایده خودش فایده نداره. هویت ملی آدم کلن مشخص است برای هر کس، تنها در پیرانتنبان نیست، هر شهر هر جای رسم خود داره، هویت ملی داره، این مشخصا معلوم است برای کلگی، و اگر بخوای این کار رو بکنه خود فکر کن که در کشور ما خود بیکاری بیداد میکنه، 80-90 درصد مردم هم که از این پول فروش بلوز و پتلون چیزا که بدر نفقه عیال خود پیدا میکنه، اما هم بیکار میشه، دولت هم بدر بیشینه دیگه بر مردم کار پیدا کنه اگر که میتونه، اگر نمیتونه خب مردم بدر دیگه در این چیز نه بدر این کار انجام بده و نه در فکر از این کار باشه، به دلیلی که بدر از فایده از این کده نقص از این 100 درصد برای مردم است. بسیار خوب، تشکر از اینکه امروز ما مصاحبه کردید. بیننده عزیز، با ارتباط همون سوال ما میخواییم از این دوست ما نظرشان بگیریم.
دوست عزیز سلام. سلام لالا. میشه خدا معرفی کنین؟ سید مسار هستم از کابل و در منطقه پلسرخ دوکان داریم. بسیار خوب. دوست عزیز قبلا من سوال براتون گفتم که دولت تصمیم گرفته که نظر به ای که هویت ملی خود ثابت بسازیم و پیرانتنبان رواج بسازیم، رسمی و غیر رسمی پیرانتنبان رواج بسازیم، سرتاجرا امر میشه که در کل پتلون و بلوز باید جمع شوه. در این باره نظر شما چی است؟ چون شما خودتون فروشنده یک امی چیز هستیم. خب نظر نیک است، چون پیرانتنبان خرایج است به خاطر که یک لباس محلی است و خوب است نسبتا مشکل نیست. خب خوب لباس با کار و بار شما نقص نمیکنه؟ طبعا که نقص میکنه، چون چقدر که ما مال داریم ماهانه میاریم یا هر هفته از ما سیستم نو میشه مال میاد نقص میکنه. خب باز شاید دولت کنم تصمیم بهتر داشته باشه به خاطر ما، به خاطر سرمایه ما. حتما کنم پروگرام داره. گفته که یعنی تا فعلا چون تصمیم نشده بله. قرار اطلاعی که به ما رسیده میگن که فقط پتلون و بلوز جمع شوه. ای که تصمیم بعدیش چیه است؟ اونم ما هم نگفته. پس ما میفهمیدیم که تصمیم چیز نداره، یعنی فقط اینمی جمع شوه که هویت خود ثابت کنن. آیا هویت ما دمی پیرنتون هستن؟ نه خیر، همین که افغان هستیم، مسلمان هستیم، همین کافی است. خب مهم نیست که لباس بر تن داشته باشی، قلبا افغان باش آدم. خب اگر دقیق شوه خودتان اولش همی کارا میکنین، میپوشین پیرنتون باز؟ آه چرا نی، لباس محلی است. بله هیچ مشکل نیست. خب بسیار خوب، تشکر از اینکه امروز با ما مصاحبه کردین. باید براتون بگویم که خدا کنه خفه نشین، این برنامه ما که هست در یوتیوب یک چینل است به نام شادی ها. در او برنامه ما که هست فیک نیوز یا خبر جعلی یا خبر دروغ است که تو یک خبر هیچ پخش نشده، یک خبر دروغ است. ایره ما خود ما ساختیم، خواستیم که لبخند شما را بگیریم و در ضمن یک شوخی کیتان کنیم. تشکر، قربان شما. اگه خبر راست شد چی خواهد شد؟ تشکر، قربان شما. خدا کنه که خفه نشین. این خبر ما که هست در یوتیوب در چینل شادی ها یک برنامه جالب داریم که به نام فیک نیوز یا خبر دروغ. ایتی خبر هیچ پخش نشده، ما خواستیم امرایتون یک شوخی کنیم و این لبخند تا کار داشتیم. تشکر، جان سپاس، خوش دیدم امرایتون مصاحبه کردین. جور باشید، سلامت. تشکر از اینکه امرای ما مصاحبه کردین. خدا کنه خفه نشین. باید براتون بگویم که این برنامه ما که هست در یوتیوب در چینل شادی ها فیک نیوز یا خبر دروغ است. ایتو یک خبر هیچ پخش نشده، ما فقط خواستیم امرایتان یک شوخی کنیم که لبخند شما را ببینیم. تشکر، جان سپاس. اگر شما هم تو ایده های جالب در ذهنتان دارین، برای ما دمی ویدیو در کامنت نوشته کنین تا ما براتان بسازیم. به خاطر دیدن ویدیوهای جالب دیگه اینجا را کلیک کنین و سابسکرایب کنین.